جا خندیدیم زندگی هم آنجاست. خنده کن بی پروا، خنده هایت زیباست. سلام، عصر روز یک شنبه‌تون سرشار از شادی و سلامتی. خوش اومدید به 11امین قسمت برنامه رنگ زندگی. مرسی از اینکه با انتقادات و پیشنهادات خوبتون ما رو در بهبود این برنامه یاری میکنید. پس مثل همیشه با برنامه خودتون همراه باشید. تبخال، تاول یا زخمی که در اطراف بینی و لب ظاهر میشه و ظاهر بدی داره و همراه با درد و سوزشه، به طوری که بعضی وقتا نفس کشیدن و غذا خوردن رو برای ما مشکل میکنه. داروهای زیادی برای این عارضه ویروسی وجود داره، ولی امروز ما میخوایم یه راه حل طبیعی به شما پیشنهاد کنیم تا بتونید از شر تبخالتون راحت شید. با یه حبه سیر به راحتی میتونید از شر تبخال راحت شید. تنها کافیه یه حبه سیر رو بکوبید و اون رو روی تبخالتون بذارید و 10 دقیقه صبر کنید و بعد اون رو با آب گرم بشورید. در طول 12 ساعت 5 مرتبه این کار رو انجام بدید. ولی اگه تبخال شما بزرگتره، روز بعد هم این کار رو انجام بدید. اما شاید براتون جایی سوال باشه که یه حبه سیر چطور میتونه تبخال شما رو از بین ببره. از اونجایی که سیر سرشار از کلسیم، فسفر، سولفور و آهن خاصیت ترمیمی داره، همچنین دارای آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها و روغن های طبیعیه که در بهبود زخم و عفونت های ویروسی بسیار موثر و مفیده. اما باید بهتون بگم این روش تنها برای تبخال های ویروسی کاربرد داره و برای تبخال هایی که بر اثر باکتری به وجود میاد اصلا خوب نیست و اون رو بدتر میکنه. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم. یه نوشیدنی و چند تا خوراکی بهتون معرفی کنیم که در پیشگیری از دیابت بسیار مفید هستن. داشتن یه رژیم صحیح غذایی میتونه به بدن ما کمک کنه در پیشگیری از دیابت. یکی از کشورهایی که دیابت در اون در حال رشد کشور هنده. دلیلش هم عادتهای بد غذایی، استراب، استرس و عدم فعالیتهای ورزشیه. نوشیدن یه فنجون چای سبز در روز میتونه خطر ابتلا به دیابت رو کاهش بده، چون این نوشیدنی به عنوان یک ضد التهاب معرفی شده. ماهی سالمون یکی از غذاهایی که برای افراد دیابتی بسیار مفیده، چون سرشار از امگا 3 و باعث میشه که التهاب بدن رو کاهش بده و سطح کلسترول رو پایین بیاره. همه ما از خواص سبزیجات سبز رنگ آگاهیم، ولی شاید ندونیم خوردن روزانه این سبزیجات میتونه خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو تا حد 14% پایین بیاره. یکی از خوراکی هایی که برای افراد دیابتی بسیار مفیده جوی 2 سره، به خاطر فیبر موجود در اون. و همچنین خوردن یه فنجون لوبیا در روز باعث کنترل قند خون افراد دیابت نوع 2 میشه. و در آخر هم خوردن آجیل به خصوص بادام زمینی میتونه خطر ابتلا به دیابت رو تا حد 21% کاهش بده. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. در مورد فواید اش صحبت کنیم. اش داره خاصیت ضد باکتری طبیعیه و میتونه باکتری ها رو از بین ببره. در اش ماده‌ای وجود داره که میتونه تا 95% باکتری های باقی مونده روی صفحه کلید کامپیوتر و دستگیره در رو در عرض 5 دقیقه نابود کنه. اش همچنین بهبود دهنده خلق و خو هم هست، چون باعث ترشح هورمون هایی در بدن میشه که سطح پروتئین آلبومین رو تا 24% افزایش میده. به طور میانگین تقریبا 89% افراد بعد از گری کردن حال بهتری پیدا میکنن. سالانه زنان 47 مرتبه و مردان تنها 7 مرتبه گریه میکنن. میزان اشریزی در زن و مرد تا سن بلوغ به یک اندازه است، ولی بعد از اون به خاطر هورمون های استروژن و پرولاکتین در زنان میزان اشریزی افزایش پیدا میکنه. مردان بیشترین سموم مربوط به عواطف منفی رو از طریق تاریخ کردن از بدن دفع میکنن، چون بیشتر از زنان تاریخ میکنن. با ما باشید، برمیگردید. تخمه آفتابگردون سرشار از ویتامین ای، کلسیم، فیتوسترول و مواد مغذی متعددیه
که به سلامت بدن کمک میکنه. از اونجایی که تخمه آفتابگردون سرشار از ویتامین ایه، میتونه برای بهبود جریان خون در پوست و فرق سر مؤثر باشه و باعث افزایش مواد مغذی ریشه مو بشه و در نتیجه به رشد مو کمک کنه. فیتوسترول های موجود در این دانه باعث کاهش چربی های بد بدن میشه و وجود این چربی های اساسی نقش مهمی در تنظیم کلسترول داره و همچنین باعث کاهش حملات قلبی میشه. از اونجا که تخمه آفتابگردون سرشار از آنتی اکسیدان و منیزیم به انقباض ماهیچه ها و همچنین مقابله با نوسانات اخلاقی و دردهای شکمی در دوران عادت ماهانه خانم ها کمک میکنه. خوردن 100 گرم تخمه آفتابگردون به اندازه 1 لیوان شیر کلسیم داره. و در آخر هم تخمه آفتابگردون نه تنها باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه، بلکه باعث کاهش ابتلا به بسیاری از عفونت ها هم میشه. یه بخش کوتاهی رو با هم دیگه میبینیم و برمیگردیم. نوشیدنی های گرما بخش فصل سرما صحبت کنیم، زمانی که درجه دماسنج مدام پایین میره و به صفر نزدیک میشه و بعضی وقتا از صفر هم پایین تر میره. یادمون باشه که طبیعت مواد غذایی در اختیارمون گذاشته که اولین ویژگیشون بالا بردن دمای بدنه. زنجبیل یکی از اون مواد غذاییه و به عنوان یک ادویه قدیمی همه ما اون رو میشناسیم و اولین ویژگیش بالا بردن دمای بدنه. همچنین باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه چون دارای خاصیت ضد باکتریه. با درست کردن یه نوشیدنی با زنجبیل میتونید دمای بدنتون رو بالا ببرید. تنها کافیه چند ورقه از زنجبیل تازه رو درون 1 لیتر آب بذارید و بجوشه. زمانی که آب اون به نصف رسید اون رو درون فنجون بریزید و با عسل و لیمو میکس کنید و بخورید. میبینید که به راحتی میتونید دمای بدنتون رو بالا ببرید. در طب سنتی از این نوشیدنی برای درمان سرماخوردگی و گلودرد هم استفاده می‌کردن. با ما باشید، برمیگردیم. به پایان 11 قسمت برنامه رنگ زندگی رسیدیم. مرسی از اینکه با برنامه خودتون همراه بودید. مثل همیشه ما منتظر انتقادات و پیشنهادات خوب شما بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه جهانی دریملند هستیم. امیدوارم سهمتون از زندگی یک بغل شادی و برکت و سلامتی باشه. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.